پلیس نیجریه از جان باختن و زخمی شدن بیش از 20 نفر در اثر حملات تروریستی پنج زن انتحاری در شمال شرق کشور خبر داد. به گزارش رویترز پلیس نیجریه بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که پنج زن انتحاری خود را در ایالت مرزی بورنو در شمال شرق کشور منفجر کردند که به کشته شدن 12 نفر و مجروح شدن 11 نفر دیگر منجر شد. بر اساس این گزارش ویکتور ایسوکو سخنگوی پلیس ایالت بورنو در این باره گفت این حملات در روستای کوفا در 8 کیلومتری شهر مایدگوری مرکز این ایالت روی داده است به گفته یه سخنگوی پلیس بورنا دو تن از زنان انتحاری خود را در نزدیکی یک مسجد و در داخل یک منزل مسکونی منفجر کردند و در مجموع جان دوازده نفر را گرفتند سه زن انتحاری دیگر نیز با حلاکت خود باعث شدن یا نفر دیگر نیز زخمی شوند. هرچند تاکنون کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات مذکور را بر عهده نگرفته اما با این حال استفاده از زنان انتحاری برای حمله در اماکن عمومی یکی از روش های سنی های تندروی بوک و حرام به شمار می آید. این سنی های تندرو تیه هشت سال فعالیت تروریستی خود در راستای تشکیل به اصطلاح دولت خلافت اسلامی بیشتر رو ایالت ایلت و تمرکز داشتند شاید ذکر است این گروه ترمسی تاکنون جان بیش از 20 هزار تن را گرفته و میلیون ها تن را آواره کرده است